السلام علیکم به همه شما خوش آمدید به کورس اساسات ریاضی در این کورس انشالله ریاضیات را به شما تدریس می کنم از دوری ابتدایی یعنی بیسیک لیول گرفته تا دوانس لیول این کورس به همه شما از کسانی که ریاضی را هیچ یاد ندارند و می از ابتدا یا اساسات ریاضیات را یاد بگیرند و به او کسانی هم است که ریاضیات را خواندند اما درسها فراموششان شده یا تا یک قسمت ریاضی را یاد دارند و در این کورس بیخی از اول شروع می و همه بخش ها را با جزئیاتشان تشریح خواهم کرد و با تعقیب کردن این کورس دیگه هیچ مشکل در بخش ریاضی ان که نمی داشته باشین و به با ما اعتماد داشته باشین که این کورس تمام بخش های ریاضیات را به شما درس خواهد داد این بعد از اینکه این کورس ریاضی را تکمیل کردیم ان که هیچ مشکلی در ریاضیات نخواهید داشت چون ما در ساختن این کورس زیاد زحمت کشیدیم تا که هر بخش ریاضی را به طریق آسان و زبان آسان به شما بفهمانم پس لطفا این ویدیو را لایک کنید و شیر کنید تا که به همه برسد اگر هر قسمتی از درس نفع پس در کامنت برام نوشته کنین و من کوشش میکنم که به کامنت های شما جواب بدم حال دوباره گپ میزنیم که دیجه کدام و ای هر بخش ها را میخوانیم و این هر بخش ان شاء الله که با جزئیاتش تشریح میکنم ریاضیات چیست؟ ریاضیات علمی که درباره مقادیر و اعداد بحث میکند و ریاضیات باعث رشد فکری انسان میگردد زیرا انسان با استفاده از مغز خود قوانین و مفاهیم ریاضی را جستجو میکند حال میبینیم که ریاضیات به چند بخش تقسیم شده است ریاضیات به پنج بخش تقسیم شده است بخش اول حساب است بخش دوم الجبر بخش سوم ریاضیات عالی بخش چهارم هندسه و بخش آخر مسلسات هر بخشی را به طور جداگانه تشریح میکنم با جزئیاتش ار میریم به خیر از بخش اول شروع میکنیم بخش اول حساب است یک تعریفی از حساب میکنیم ما که حساب بخش ابتدایی مضمون ریاضیات میباشد که به خاطر شمارش اشیا و کمیت ها استفاده میشود حساب به نام علم اعداد نیز یاد میکند و سر کارش مطالعه و خواص اعداد میباشد و موضوعات عمده که در علم حساب ما میخوانیم ای بخش است که از بخش اول شروع میکنیم که او است عدد عدد چیست عدد یک مفکوری ذهنی است که توسط سمبول ها ارائه میشه از عدد به خاطر شمارش و تعیین مقدار کمیت استفاده میشه در مثال چهار جلد کتاب چه دیجا عدد کدام است عدد دیجا چهار است چهار به خاطر که مقدار و کتاب چه را چی تعیین میکنه چهار تعیین میکنه نمی عدد تعیین میکنه حال میریم بخیر دوباره سلسله های عداد میخوانیم بعضی از عدادی که در مضمون حساب استفاده زیاد می شود از او ما باید به او آشنا شویم که کلش می ده سلسله های عداد شامل میباشد سلسله اول سلسله اعداد طبیعی است. سلسله عداد داق طبیعی، عداد جفت طبیعی، عداد مجرد، عداد مشخص و ارقام اولیه. میریم از اول شروع می کنیم که سلسله اعداد طبیعی است سلسله اعداد طبیعی مورا میگن که از یک شروع شده باشه از یک شروع شده باشه الا به نهایت یک دو سه چهار پنج شش الا به نهایت هر قدری که نشته کنیم کلش مربوط به سلسله اعداد طبیعی می باشد میریم سلسله اعداد طاق طبیعی را می خوانیم سلسله اعداد طاق طبیعی واست که بعد از دو پورا قابل تقسیم نگردد مثلا یک سه سی سیزده نو هبده پنج تا لایتانوی این سلسله عداد تا قطبی است که به دو پوره قابل تقسیم نیست فعلا شاید بعضی از شما باشه که تقسیم یاد نداشته باشن و بگوین که هیچ قسم بر دو پر پوره قابل تقسیم است یا نیست چقسم باید بفهمیم انشالله کمی درس ما پیش بره بخیر خیر قابلیت های تقسیم از صفر تا صد به شما تشریح میکنم و فعلا تنها امیر حفظ کنی که سلسله عدد قطبی و که بر دو پوره قابل تقسیم نباشد بخیر پیش. سلسله اعداد جفت طبیعی را می خوانیم خود سلسله گفته اعداد شامل می باشد که به دو پوره قابل تقسیم است مثلا دو چهار شش هشت ده دوازده چارده و لای تنایی ای کلش بر دو پوره قابل تقسیم است این اعداد شامل سلسله اعداد جفت طبیعی می باشد پیش میریم اعداد مجرد می خوانیم اعداد مجرد میگه هر همراه یک عدد کدام واحد سکن نگردد او رو عدد عدد مجرد میگن مثلا سه چار پنج سه چار پنج یا که اصلا اعداد مجرد است چرا که در پلیس هیچ کدام واحدی دیجه ذکر نشده پس اعداد مجرد گفته میشه واحد تو را میگن که متر کیلوگرم یا باشه رو واحد میگیم آل اعداد مشخص میخوانیم اعداد مشخص چیست هرگاه همراه یک عدد واحد سکه شود و عدد به نام عدد مشخص میگن مثلا 5 متر یا 4 کیلوگرام یا که اصلا عداد مشخص است چرا که 5 اما 5 متر متر واحد است ایره مشخص کرد که پنج متر است حالا میریم ارقام اولیه رو میخوانیم ارقام اولیه شامل در رقم میباشد که تمام اعداد دیگر از او تشکیل شده باشد این مسایب صفر یک دو سه چار پنج شش افت اشت نو یا اعداد اولی است تمام اعداد ازمی ده دان عدد جور شده و از ده خارج نیست مثلا دره که ببینیم این ده شاملی نیست ده. در اعداد اولی بگیم نه خیلی اعداد نیست چرا که صفر یک جور شده پس دیش صفر یک شامل است یعنی هر عدد ببینیم ازمی ده دان جور شده خب پیش میریم حالا میریم به طرف سیستم ارقام نویسی عدد هدف از سیستم ارقام نویسی اعداد عبارت از درست خواندن و درست نوشتن باشد. این موضوع دو در دو بخش ما میخوانیم در بخش اول طریق درست خواندن را میخوانیم که چه قسم بخانیم در بخش دوم طریقه نوشتن اداده خانیم میریم بخش اول در بخش اول طریقه خواندن اداد است یک عدد به خاطر ای که مقدار یک عدد به شکل درستش بخوانیم باید چند مرحله را طی کنیم مرحله اول قسمی است که عدد از طرف راست به چپ طبقه بندی باید کنیم این اول است طبقه بندی از راست به چپ کنیم قسمی که هر طبقه شامل سه مرتبه باشد دوم بعدا با استفاده از نام هر طبقه از طرف چپ به طرف راست او را می خواندن از طرف چپ به طرف راست می کنیم به طور مثال اگر ما نشته کنیم اول چی گفته در مرحله اول باید طبقه بندی کنیم و طبقه بندی کنیم و از طرف راست به طرف چپ گفته هر طبقه شامل 3 مرتبه می باشد یه طبقه بندی می کنیم یک دو سی سه مرتبه از ای طبقه اول است یک دو و نشته نیست پس این طبقه دوم هم است این ای طبقه بندی شد و از طرف راست ای را باید بخانیم. طبقه اول صد هاست طبقه دوم هزار ها پس ای پینجا و چار هزار و شیست دوازده میشه هر طبقه را گفت که شامل سه مرتبه می باشه که اون مرتبه ها را مرتبه اول یک ها میگن دوم ده ها سیم صد ها میگن مثلا شیست افتاد یک اینی طبقه یک هاست ده ها ای ده ها از طرف راست ما طبقه بندی کردیم. یک ارقام نویسی دیگه کلش نامای طبقه ها نشته است مثلا صد در طبقه اول قرار داره هزار در دا طبقه دوم میلیون در طبقه سیوم بیلیون طبقه چهارم تریلیون طبقه پنجم در زیاد معمولا طبقه ها و هزار ها استفاده میشه زیاد زیادتر که استفاده داشته میلیون بیلیون ای دیگهش دیگه اقاق زیاد استفاده نمیشه یادات طولانی اما بازم شما حفظ کنید که بدرد میخوره پیش میریم در خواندن را مرحله دوم بود نه؟ خب ما گفته بودیم هر طبقه داره سه مرتبه است و مرتبه هایشان از کلشان یکسان است نامه های طبقه ها فرق میکنه مگر مرتبه ها یکسان است مثلا ده هزار ها اگر ببینیم مرتبه اول یک ها میگن دوم ده ها سیم ست ها یک هزار دو ده هزار ست هزار اون قسم ده میلیون یک میلیون ده میلیون ست میلیون یک بیلیون ده بیلیون صد بیلیون یک تریلیون ده تریلیون صد تریلیون او قسم دیگه هم پیش میریم سیستم رقم نویسی که اعداد که طریق خواندنش خواندیم آل طریق نوشتنش هم میریم میخوانیم به خاطر ای که یک عدد ما نوشته کنیم باید چند نکتر در نظر بگیریم نکته اولی است که ابتدا مشخص می کنیم که عدد داده شده چند طبقه داره. نکته دوم مقدار هر طبقه را در جای مخصوص شما میگذاریم. و طور مثال پینجا و هشت پینجا و هشت هزار و سی سد و دوازده ایر چه قسم نشته میکنیم نکته اول ما در نظر میگیریم چی گفته بود میگه ابتدا مشخص میکنیم که عدد داده شده داره چند طبقه است خود اینجا نشته از پینجا و... م... و هشت هزار و سی و دوازده پس دیگه طبقه هزارها و سدها وجود داره دو طبقه میباشد خود هر طبقه سه مرتبه داشت ایواز مرتبه ها سه نقطه میمانم طبقه های ها سدها و این طبقه هزارها مقدارش میبینیم پینجا هشت هزار دیجا و... و 508 نشنه نیست و دو مرتبه وجود داره 58 هزار و 312 312 پس دیج سه مرتبه وجود داره اگه 32 میگفت پس او دو مرتبه بود آل فیلن 312 گفته 312 پس ای طبقه اول شد و ای طبقه دوم شد و اگر بخوانیم 58312 است یک مثال دیگه هم حل میکنیم میگه عدد 13 تریلیون و 24 میلیارد و 651 میلیون ایره بنویسید چی میکنیم اول شخص میکنیم که عدد داده شده چند طبقه داره تریلیون در دا طبقه اول ست ها هزار میلیون میلیارد تریلیون طبقه 5 از تریلیون 5 طبقه را نشتا میکنیم یک دو سی طبقه اول یک دو سی طبقه دوم یک دو سی طبقه سوم یک دو سی طبقه پنجا نشتمیکنیم یک دو سی آل نوشتن از طرف چپ براست میکنیم آل میکنیم میبینیم 13 تریلیون دیگه گفته 13 تریلیون پس 13 یعنی مرتبه اول و دوم دیجا است. چرا که سیصد نگفته سی, سی نگفته 13 تنا پس دیجه این مرتبه وجود ناره مرتبه صدهای تریلیون وجود نداره دنات مرتبه ده ها و یک هاست 13 تریلیون و 24 میلیارد و 24 پس 24 اگر ما ی را دایجه بتیم 24 ما مجبور هستیم ده پلیش صفر بتیم چرا که دایجه دا دیگه 6 شده ماده ده میلیارد پس 24 نمیشه 240 میشه اینو پاپ میکنیم 24 که گفته پس مرتبه ده ها و یک ها تن اومده 24 و مرتبه سطح های ماده ایجا صفر است 24 میلیارد و 651 این مکمل آمده مرتبه هاش 651 میلیون و دیگه چیز نامده هزارها صدها سطح ها ذکر نشده پس و صفر هستند صفر 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 صفر, صفر, صفر. ایره پاک میکنم 13 تریلیون و 24 میلیارد و 651 میلیون این بخش از سلسله های عداد یک یاد داره که او یاد داشته ما در دا ویدیو های شارت هم تشریح کردیم که یک میلیون هزار دانه هزاری میشه یک میلیارد هزار دانه میلیون میشه ویدیو های شارت ما ببینیم که باز او ما تمام او یاد داشتارن دو دا جمعیرم و تمام سوالاتی که است انشالله او را هم به شما حل میکنم کنم تمام سوالاتی مربوط عدد میشه در بخش حساب بزرگ به خیر حل میکنم. و کار خانگی هم برتان می تم چینل ما سبسکرایب کنید و بلایکن بزنید در های ما که اپلود می و شما زودتر برسه و ایره شیر کنید تا که همگی از استفاده کده بتانه حالی دیگه وقت تمام شد تا در درس بعدی الله حافظ